های عزیز و گرامی و سروران محترم امروز می خواهم که به ارتباط دهه اول که دهه رحمت است از دیدگاه سنت نبی مکرم اسلام و از دیدگاه و, و از لابلای سخنان علمای معظم اسلام به حضور شما عزیزان بیاناتی داشته باشم دهی ده اول ماه رمضان دهه رحمت است دهه مهربانی است دهه الفت است و دهی است که الله متعال بندگان خود را دعوت به سوی چتر رحمت و و شفقت و مهربانی خود قرار میده چنانچه که از نام ماه مبارک رمضان هویدا و آشکار است که رمضان رحمت و مغفرت و امنیت هست علمای اسلام رحمهم الله و اجمعین به ارتباط دهی رحمت اقوال و سخنان زیبنده ای دارند که یکی از سخنان علمای کرام را پیشکش حضور شما عزیزان و بیننده های محترم می کنم عالمی می که دهی رحمت دهی است که بندگانی که مشتاق رمضان مبارک بودند یا مشتاق رسیدن و وصل شدن به این ماه رحمت و عطوفت و ماه مبارزه و پیکار و ماهی که انسان به سوی ملکوت اعلا با روح و جان و جسم خود پرواز می کند مهربانی می کند و می فرماید دهی رحمت که اول ماه دهی اول ماه مبارک رمضان است الله متعال آن بندگانی که شیفته رمضان مبارک بودند و آن بندگانی که گناههای کمتر داشتند و آرزو و امید و تمنایی بر این داشتند که در دهه اول خصوصا ماه مبارک رمضان اینها مشمول رحمتهای بی پایان الله متعال قرار بگیرند اینها در رحمت الله قرار می گیرند یعنی دهه اول ماه مبارک رمضان مربوط و منصوب و منوط به آن عده از روزداران و به آن عده از بندگان الهی هستند که اونها مشتاق رسیدن و وصل شدن به این ماه مبارک بودند که خداوند جل عظمته اونها را در زیر سایه های رحمت خود به برکت و توفیل این ماه خجسته و مبارک قرار میتند اونها در رحمت الله قرار میگیرند و صداها و ناله ها و زجه هایی که اونها به دربار الله متعال ندا می کنند و التجا دارند که الله متعال اونها از اونها راضی شود و اونها را از گناه و معصیت و آلودگی ها پاک بکنند پس اینها در رحمت الله متعال قرار میگیرند پس دهی اول ماه مبارک رمضان دهی است که بندگانی که علاقه و شیفته خاص این ماه مبارک رمضان بودند و کسانی که شبها قیام دارند و یا شبها قیام داشتند و روزها آرزوی رسیدن به این ماه را میکشیدند خداوند اونها را در رحمت خود قرار می دهند. چنانچه که پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی می کنند و میفرمایند این ماه اولها رحمتون اول این ماه مبارک یا دهی اول این ماه مبارک رحمت است رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند و میفرمایند اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماع زمانی که داخل میشود رمضان مبارک باز میشود و گشوده میشود دروازه های آسمان یا دروازه های رحمت یا دروازه های جنت الله متعال به سوی بندگانی که التجا دارند و امید دارند و تمنا دارند و تقاضا دارند که الله از اونها راضی باشد و موجب نعمت های خجسته الله متعال قرار بگیرند سلام علیکم و رحمت الله و برکاته